بس سوال من اینه که چطور تمام اماما در مکه و عراق هستن؟ امام توی این ویدیو میخوایم بریم یکی از خلاق ترین تولید کننده های محتوا به نظر من که داره توی فضای مجازی هم اینستاگرام هم یوتیوب فعالیت میکنه رو به چند تا از ویدیو باحالش با هم دیگه ریاکشن بریم. من قبلا هم ریاکشن رفته بودم، بازخورد خیلی خوبی داشت. هر جوری حساب کنیم، حالا الان میریم کلیپ ها رو میبینیم، شاید خیلی هنوز آشنایی نداشته باشن باهاش، اما هر جوری حساب بکنیم به نظر من خلاقیتی که داره از خودش بروز میده و به اون نحوی که داره اجراش میکنه یکی از یونیک ترین کسایی که این کارو داره میبره جلو. علاوه بر اونم یه موضوعی که بعضی میان مطرحش میکنن، هم برای خود من کامنت گذاشتن هم دیدم بعضن زیر پست اینستاگرامی زیگیو میان کامنت میذارن، اینه که اون استایل و سوژه و ایده‌ای که داره رو از یه نفر دیگه کپی برداری کرده که بعضیا میان اون آدم وفاه و بعضیا مالو کسای دیگه رو میان نام میبرن. این موضوع میخوام بریم بررسی بکنیم که آیا واقعا زیگیو کاری که داره انجام میده اورجیناله یا نه، قبلا هم خیلی آدمای دیگه این کارو کردن و صرفا داره کپی برداری میکنه. هایده بگو ببینم کبوتر بچه کرده دیگه چیه؟ جهنم! زیگیو چرا کسی نمیاد داخل؟ شماوند اومده روبرومونه. کیه؟ هیچ کس. خب منم میگم هیچ کی نیست دیگه. بعدی ابی تو برگشتی خوندی خانم گلای خانم گل بیا به این ور پل. خب چرا خودت نرفتی اون ور پل؟ جانم ایش رو توی پرونده اموالت نوشته صفر بار نماز خوندی، صفر بار روزه گرفتی، صفر بار. خب دلیل داره. صفر علاوه صفر برای من میشه بی‌نهایت. یعنی چی؟ جانم بوتک بگو ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فسخر كرسيه السماوات والارض ولا يهود ولا يسوم ولا يرزم لا يكرف الدين قد بين رشد من الغي فمن يكفل بتقوت في يمن بالله فقد استمسك بالرمات بس خلف السماء الله ولا سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجون من ظلمات النور ولا الذين كفروا اليوم تقوت يخرجون من النور الى ظلمات ولا كسب نورهم في خالد صدق الله ولا يلزم يكون مرتبه خدای بزرگ است. بهش چیزی که به نظر من خیلی جلب توجه میکنه توی کارهای زیگیو اون فرمتیه که داره کارشو پیاده میکنه و دیتیلی که خیلی بهش توجه میکنه. مثلا این المان ایلومیناتی که رو سر پوتک بود و فکر کنم توجه کرده باشید بهش، و حالا شاید مثلا بعضی بیان بگن که همون چیزایی که میم میشه یا حرفای طنزی که زده میشه توی فضای مجازی همونا رو برمی‌داره سر هم میکنه، که اینم به خودی خود مشکلی نداره. یعنی میشه گفت تمام تولید کننده های محتوا توی کل دنیا همین کار رو میکنن، کسی جور دیگه کار نمیکنه. اما به این شکل که بیاد اینا رو کنار هم بذارید و در قالب یه سناریو ببرید جلو، حتما علاقیت خیلی زیادی میخواد که من ندیدم کسی بتونه به این خوبی پیادش بکنه. بس سوال من اینه که چطور تمام اماما در مکه و عراق هستن، امامزاده در ایران دفنن همه؟ این همه امامزاده حاجی بشمرین ناموسن، خود اماما بیشترن. جهنم سروران عزیزی که در هم چگونه به جهنم نرویم؟ اره مورد اول، نه مسخره بازی در بیارین، نه هم از الفاظ رکیک استفاده کنین. شاونده آیسان دوری جهنمشو گذروند، حالا دیگه میتونه بره بهشت. بگو ببینم آیسان اونجا که بودی چی کار کردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار رو زن شیطون گ... هم من یوجی و مشتب سکلا پسولا. آیسان آیسان جهنم سلام بر حسین و شعار اصلی ما زن یزید. مورد بعد، بی احترامی به زن و بچه هیچکی نکنین، حتی شیطون. شماوند آیسان دیگه حبسش تموم شد، میتونه بره بهش. آیسان بگو ببینم این زن و بچه چیه با خودت آوردی؟ پروردگار آن زن و بچه شیطون رو بگی آیسان خدا بشی که شر شد، من برم بقیهش رو بعدن درست میکنم. بای بای. بس سوال من اینه که چطور تمام اماما در مکه و عراق هستن، امامزاده در ایران دفن. یه نکته ای که وجود داره توی ادیان ابراهیمی و حالا خیلی وقتا توی اخلاقیات غیر ادیان امامی هم این حرفو میذارن که به دشمن خودتون هم مثلا نباید فحش بدین. یعنی فحش دادن اینجوری نیست که مثلا یه کسی خیلی آدم بدی باشه شما اجازه داشته باشین بهش فحش بدید، حتی بدترین کارم کرده باشه یکی از دوروریاتون رو کشته باشه شما حق ندارید همچین کاری بکنید. و اینکه میاد با همچین سوژه بازی میکنه نشون میده که خیلی ایده پردازی خفنی داره. به نظر من بیشترین چیزی که منو حداقل تحت تاثیر قرار میده اون ایده پشت کاره، یعنی اون فکتایی که با توجه به چیزایی که قبلا وجود داشته یه نفر میاد میگه، حالا اینکه چجوری اجرا میشه، چقدر بک‌گراندای خوشگلی داره، چقدر مثلا کاراکتراش باحال درست شدن، اونا برای من حداقل توی مرحله بعدیه. و اینکه مثلا این همچین سوژه‌ایو میاد باهاش بازی میکنه، اینکه مثلا یه نفر میاد به شیطانی که دیگه اسمش روشه دیگه شیطانه و یه جورایی اطاعت نکرده بود از خدا، حتی میاد به اون مثلا شروع میکنه فحش دادن و بعد خدا میاد یه همین چیزی بهش میگه، به نظر من نشون میده که چقدر آدم خفنیه توی ایده پردازی زیگی.
حالا قابیل حابیل کشت یا حابیل قابیل کشت؟ مقصر دعوا کی بود؟ آیا قابیل اهل گذشت نبود؟ موقع دعوا حضرت آدم کجا بود؟ جواب همه سوالات در گفتگوی ویژه خبریه الان. حابیل بگو ببینم چرا قابیل کشتی؟ پچکو 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 شما وند قابیل حابیل کشت. قابیل بگو ببینم چرا حابیل کشتی؟ اول از همه که عرض درود و خیر مقدم دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و امیدوارم که سال پرباری و پیش رو داشته باشی. برو سر اصل مطلب. بله بله. ببینید من که خودم نکشتمش. هابیل گفت منو بکش. یعنی چی هابیل گفت منو بکش؟ درود به همه. من خیلی دوست داشتم که بیام اینجا و صدای اعضای بدنمو بشنوم و این برای من خیلی حس خوبی داشت. می‌خواستم بیام و هر چه زودتر تجربهش کنم. از اونجایی هم که خودکشی گناه کبیره بود به قابیل گفتم منو بکشه. یعنی چی دوست داشتم صدای اعضای بدنمو بشنوم؟ پچکو 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 شما بنده میخواست صدای سالم رو بشنوه. اصلا متوجه نمیشم یعنی به قابیل گفتی منو بکشونم تو رو کشت؟ پناه بر شما به همین سادگی هم نبود که من به قرآن قسمش دادم. یعنی چی به قرآن قسمش دادم؟ پس حضرت آدم اون موقع کجا بود؟ بابام هم همونجا نشسته بود. یعنی چی همونجا بود؟ همونجا بود هیچ کاری نکرد؟ پناه بر شما مگه میشه بابای آدم یه گوشه بشینه و کاری نکنه؟ ما به شیر مادرش قسمش دادیم. حضرت آدم که مادر نداشته. این ماجرای حضرت آدم و حابیل و قابیل و اون که کی با کی ازدواج کرد و بعد نسل بشر چجوری ادامه پیدا کرد و اینا یه چیزیه که خیلی راجبش سوال وجود داره و معمولا هم اینجوریه که برای تمامش مثلا ادیان ابراهیمی میان یه توجیهی میارن. من قبلا هم که یه کلیپ دیگه هم ساخته و زیگی راجب این ماجرا اون موقع هم که ریاکشن میرفتم گفتم. اما به هر حال هر جوری بخوایم به این ماجرا نگاه کنیم باگای زیادی به نظر داره که میگم حتی توی ابراهیمی در واقع هم اسلام هم مسیحیت همه براش یه توجیهی میارن و یه جوری قانونیش میکنن اتفاقی که اونجا افتاده و زیگو خیلی خوب مثلا میاد یه جوری تصویر سازی میکنه از اون اتفاق اینکه مثلا حضرت آدم کجا بوده یا حالا هدف این که مثلا قابیل هابیل رو کشته چی بوده یا اون هدفی که مثلا تو داستان اون میشه هدف منطقی بوده یا نه اینا رو خیلی خوب میاد بازی میکنه. بعد شخصیت پردازی های این که میکنه میبینی دیگه خیلی یونیکه. یعنی مثلا هر شخصیت جدیدی که میاد توش یه تفاوتی داره حال با کسایی که قبلا بودن یا توی مدل ریشش یا چیز دیگه. مادین حقیقیم نه شما. ها تو گونی دوبار از در عقب صندلی جلو مادین حقیقیم. کتاب ما کلام اوشوندگاره. اگه کلام اوشوندگاره بعد چجوریه که تو سوره هم گفته که ما رو به راه راست هدایت کن که بریم بهشت؟ شما میخواییم به راه راست هدایتش کنین یا اون شما رو؟ شما مسلمونا چرا نمیخواین قبول کنین به قرآن مسیح اوشوندگاره؟ پس چجوری که تو انجیل نوشته که مسیح کم کم که بزرگ میشد با اوشوندگار آشنا میشد، کم کم بزرگ میشد با خودش آشنا میشد. مامان شما شاد اپ بیلیز، شما بنده دین کدوممون دین حقیقیه؟ ببینید شما همین که در کنار دینتون انسانای خوبی بوده باشید به بهشت میرید، خیالتون راحت. درسته. پچکو 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 شما بنده آخه تو این کتاب گفتی فقط باید به این کتاب ایمان بیارن وگرنه میرن جهنم. تو دقیقا همینو گفتی. سوال خوبیه، جواب خوبی هم داره. من توی کپشن جواب شما رو میدم. بله خب میگم حالا این پیام براتون چه پیامایی براتون آورده بودن؟ پیام چیسته؟ همونطور که گفتم یه صحبتی که میشه اینه که زیگی اومده کپی کرده کارشو و یکی از کسایی که منم توی کامنت ها گفته میشد وفا بود که احتمالا خب خیلی بشناسنش، قدیمی تر از زیگیوه و هم از نظر تعداد فالوور هم سابسکرایبر یوتیوب خب بالاتره. اما نکته که هست من خودم خیلی کار وفا رو ندیده بودم، این دنبال نمی کردم. وقتی که دیدم واقعا هیچ شباهتی بین کارهایی که مثلا داره وفا میکنه با زیگیو به نظرم وجود نداره. بعضی میگفتن که خود وفا اومده این ماجرا رو گفته، یعنی اومده گفته که زیگیو مثلا از من کپی میکنه، خیلی دیگه دارن کپی میکنن. من نمیدونم این حقیقت داشته باشه یا نه، یکم بعید میدونم یه همچین حرفی رو اینقدر مستقیم زده باشه. اما خودتونم که چک بکنید هیچ جوره نمیشه این دوتا رو یکی دونست. یعنی شما به هوش مصنوعی دوتا کلیپ بدید، یکی از وفا یکی از زیگیو، یا یه آدم بذارید مثلا ایرانی هم نباشه این دوتا کلیپ رو بهش بدید، هیچ جوره هیچ شباهتی بینشون نمیتونه پیدا کنه. اینکه صرفاً جفتشون راجبه یک نوع سوژه یا مثلا رست دینی و فلسفی و اینا ویدیو میسازن دلیل نمیشه که از هم دیگه کپی کرده باشن، واقعا متفاوته. جلوی گرسنه‌ای بیچاره هرچی غذا بخوریم اشکال نداره، ولی جلوی یه سری افراد که خودشون تصمیم گرفتن غذا نخورن نباید چیزی بخوریم. میتونین بگین چرا؟ چرا؟ نه شما بنده منظورش این نیست که بگین چرا، منظورش اینه که بگین چرا. خب ما هم داریم میگیم چرا. هاکو میبینم باتری قلمی. ها حالا دیگه دختر بازی میکنی؟ جهنم سروران عزیزی که در اعمال بگیم ببینم چرا روزه نگرفتین؟ این زخم لاشو بده بده حالی ببنده. پچکو پچکو پچکو
شنوند و میگن زخم معده گرفته بودن، ولی پولمون رو خرج کردیم نظری دادیم که بیمارا شفا پیدا کنن. شما جان یه بنده شما دیگه هم از بیماری مرد. ازی نکنه یکی هم پول دوا درمون نداشت. آره من چه دونمه. فلسفه‌ام که خیلی میگن که جلوی گرسنه‌ها میشه غذا خورد اما جلوی روزه دار نه. خب یه چیزی که همیشه گفته میشد، مثلا نقدیه که همه مردم همیشه میگفتن، اما اینکه به این فرمت مثلا زیگی میاد برمی‌داره یکی رو بعدش درست میکنه، به نظر من خیلی خلاقانه است همونطور که گفتم و نمیشه صرفا گفت که چیزای مختلف فضای مجازی رو کنار هم میذاره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما حتما نظرتون رو توی کامنت‌ها بگین، نظرتون راجع به ویدیوهای زیگیو چیه. شاید خیلی‌ها به دلیل اعتقاداتی که دارن موافق نباشن با کاری میکنه و همینطور راجع به این که حالا زیگیو داره از یه سری آدم دیگه کپی میکنه که من گفتم مخالفم خودم، به نظرم نمیاد که هیچ کپی برداری انجام شده باشه توی کاری که انجام میده. اصلا دیگه اگه دوست داشته باشی میتونیم ویدیوهای به این سبت که میان رست دینی فلسفی میکنن و بیایم با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چه جوابایی توی اون ادیان به این شبهه‌هایی که وارد میشه دادن، آیا منطقیه جوابایی که دادن یا نه به اون جوابام دوباره میشه نقد وارد کرد. و اگه ویدیو هم دوست داشتید لطفاً لایکش کنید.